سلام به کلاس درس خوش اومدید خب امروز میخوایم با همدیگه در مورد یه موضوع جالب توی مکانیک کوانتومی یعنی اصل عدم قطعیت صحبت بکنیم و باش آشنا بشیم البته اصل بحث اصل عدم قطعیت بحث مفصلی هستش که ما جلوتر بهش مفصل خواهیم پرداخت اما فعلا که فقط داریم با مقدمات مکانیک کوانتومی آشنا میشید من بعد ندیدم که یک کمی هم در مورد اصل عدم قطعیت صحبت بکنیم تا خیلی مختصر بدونیم که چی هستش و در مورد چی صحبت میکنه اما قبل از اینکه بپردازیم به اصل عدم قطعیت من خیلی کوتاه میخوام تیکه آخر بحث ویدیو قبلیمون رو یه مروری بکنم چون خیلی مهم هستش اون بحث و میخوام مطمئن بشم که آه, کاملا جا افتاده این مبحث. چیزی که راجع بهش صحبت کردیم انتهای ویدئوی قبلی این بود که چطوری مقدار متوسط یک کمیت رو در مکانیک کوانتومی آه, میتونیم اندازه گیری بکنیم گفتیم که برای اینکه مقدار متوسط رو بتونیم به دست بیاریم برای یک کمیت حالا کمیت میتونه مکان باشه تکانه باشه آه, انرژی جنبشی باشه یا مثلا مثلا ام، تکانه زاویه باشه یا هر متغیر قابل اندازه گیری که فکرش رو بکنیم برای اینکه بتونیم مقدار متوسطش رو توی مکانیک کوانتومی به دست بیاریم چیکار باید بکنیم اولین چیزی که باید پیدا بکنیم عملگر مربوط به اون متغیرمون هست. که گفتیم عملگر رو چطور پیدا میکنیم یک راهش این هستش که بیایم ببینیم توی مکانیک کلاسیک اون متغیرمون از چه رابطه ای به دست میاد. به عنوان مثال مثالی که توی ویدئوی قبل زدیم مثلا انرژی جنبشی بود. فرض کنید که ما میخوایم متوسط انرژی جنبشی یک ذره رو حساب بکنیم. چیکار میکنیم میای میگیم که خب انرژی جنبشی توی مکانیک کلاسیک که ما مثلا با ای کا نشونش میدیم رابطهش هست چی هست یک دوم جرم ضرب در سرعت ذره به توان دو درسته این رابطه یه مکانیک کلاسیک هستش از طرفی یک بحثی که هست تمام متغیرهای کلاسیک رو تمام های کلاسیک رو ما میتونیم بر حسب دو تا متغیر مکان که با x نشونش میدیم و حالا توی حالت یک بودی با x اگر توی حالت سه بودی باشه با بردار r نشونش میدیم و تکانه که با P نشونش میدیم میشه بر حسب مکان و تکانه همه متغیرهای کمیت های کلاسیک رو بر حسب اونها نوشت به عنوان مثال تکانه برابر هستش با جرم جس در سرعتش و بنابراین انرژی جنبشی رو ما میتونیم بنویسیم M در V به توان دو تقسیم بر دو M دو تا رابطه با هم مساوی هم فقط صورت مخرج رو توی M ضرب کردیم پس میشه به صورت P2 روی دو M یعنی تکانه به توان دو روی دو برابر جرم نوشتش خب بعد از اینکه رابطه اون متغیری رو که میخوایم با تکانه و مکان به دست آوردیم که مثلا انرژی جنبشی فقط به تکانه مربوطه و به, به مکان مربوط نیست اون وقت میایم توی این رابطه چیکار میکنیم هر جا که تکانه داشتیم به جاش عملگر تکانه رو میذاریم پس به جای تکانه که پی هستش میایم عملگر تکانه که خاطرتون هست عملگر تکانه چی بود؟ بود اچ بار بر روی آی ضرب در مشتق جزئی نسبت به مکان که حالا ما تو حالت یک بودیم میشه رون به رون ایکس و هر جا هم که مکان داشتیم توی رابطه اون متغیرمون که برای انرژی جنبشی حالا ما مکان نداریم توی رابطهش میم عملگر مکان که خود ایکس هست رو به دست میانیم قرار میدیم بعد از اینکه این جای گذاری ها رو انجام بدیم میایم عملگر اون کمیتی که میخوایم متوسطش رو حساب بکنیم به دست میاریم مثلا عملگر انرژی جنبشی ما که حالا فرض کنید ما با او کانشونش میدیم برابر با چی خواهد بود؟ برابر خواهد بود با یه یک رو دو ام داریم یک رو دو m ضرب در این عملگر به توان دو چون پی دو داریم که این عملگر به توان دو می شود اچ بار روی آی به توان دو ضرب در مشتق دوم نسبت به مکان یعنی روند دو به روند x دو که اگر این اچ بار رو آی رو هم ساده بکنیم نهایتا میشه منفی اچ بار دو رو دو ام ضرب در دی دو به دی x دو درسته خب این جایگذاری رو که انجام دادیم و عملگر اون م... کمیتی که میخوایم رو به دست آوردیم اون وقت مقدار متوسط اون کمیتمون که برای مثال ما مثلا مقدار متوسط انرژی جنبشی هستش برابر خواهد بود با انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت مزدوج مختلط تابع موج زب در عملگرمون که روی تا به موج اثر میکنه دی ایکس برای مثال یک بودی ما که اگر این عملگر رو جایگذاری بکنیم منفی اچ بار دو رو دو ام که یه ثابت از انتگرال میاد بیرون پس میشه منفی اچ بار دو رو دو ام در انتگرال از منفی بی نهایت تا بی نهایت سای استار و این مشتق روی سای میاد اثر میکنه میشه روند سای به روند ایکس دو دیه ایکس پس این انتگرال رو اگر حساب بکنیم میشه مقدار متوسط انرژی جنبشی زرمون هر کمیت دیگه ای رو هم اگر بخوایم مقدار متوسطش رو حساب بکنیم همین روند هست بعد عملگرش رو پیدا بکنیم عملگر رو معمولا میایم رابطه مکانیک کلاسیک رو برای متقرمون می نویسیم بر حسب تکانه و مکان و بعد به جای تکانه عملگر تکانه و به جای مکان عملگر مکان رو جایگذاری می و نهایتا عملگر رو می داخل این انتگرال به اصطلاح ساندویچش کنیم بین تابع موج و مزدوج مختلط تابع موج خب حالا بریم سراغ بحثمون در مورد اصل عدم قطعیت این بحث رو با یه مثال میخوایم شروع بکنیم فرض کنید مثال این هستش فرض کنید که ما یه تناب داریم که من مثلا اینجا با رنگ زرد میکشمش یه تناب صافه حالا من خیلی صاف نکشیدمش و یه طولی هم داره مثلا حالا هر چی دوست داریم فرض کنیم که مثلا 20 متر هستش این تناب و فرض کنید که شما هم ایستادید در انتهای این تناب یا ابتداش این هم شما هستید خب حالا شما چیکار میکنید؟ شما میاید این انتهای تناب رو میگیریم با دستتون و شروع میکنید به تکون دادنش منتها دو, دو, تا آزمایش مختلف انجام میدید یه بار شروع میکنید این انتها رو همینطوری با یه سرعت ثابتی بالا و پایین بردن به صورت متناوب تو اون حالت اول چه اتفاقی میفته؟ یک موجی میاد توی تنابمون شکل میگیره مثلا یک همچین حالتی ایجاد میشه تنابمون همطوری که شما در این تکونش میدین یک همچین موجی توش ایجاد میشه و اینم فرض کنید که شما هستید که با دستتون گرفتید تناب رو و دارید همطوری بالا و پایینش میبرید خب این آزمایش اول ما هستش حالا توی این حالت اول همینطوری که شما دارید تکون میدید با سرعت ثابت و این موج رو توی تناب ایجاد کردید فرض کنید که یه نفر یه دوستتونم میاد فرض کنید که این دوستتونه که <مید> میاد این <مید> دوست شما هستش از شما دو تا سوال میپرسه میگه که چه جالب تو یه موج توی این تناب ایجاد کردی من دو تا سوال دارم راجع به موج سوال اولم اینه که مکان این موجی که درست کردی کجاست مکانش چیه خب این سوال اول که میپرسه شما احتمالا یه نگاهی بهش میکنید و شاید بگید که منظورت چیه این یه موج مکان مشخصی هم که نداره این یه موج دیگه توی کل این تناب پخشه یه جورایی مکانی من نمیتونم دقیق براش بگم که مثلا مکانش هست مثلا فاصله چه میدونم چهار متر از ابتدای سیمی یه موجه که همه تو کل تنابمون پخش شده خب پس سوال اولش رو جواب میدین احتمالا مکان نامشخصی داره بعد دوستتون میگه خیلی خب حالا مکانش پس مشخص نیست یه ویژگی دیگه این موج من ازتون میپرسم طول موجش چقدره طول موج این موجی که شما درست کردید چقدر حالا اون وقت شما بهش میگید که آهان این شد حالا یه سوال حسابی چون طول موج رو من میتونم نسبتا راحت تعیین بکنم کافیه دو تا از این قله های موجم رو نگاه بکنم توی تناب و این فاصله رو یه نگاهی بهش بندازم این فاصله رو اگر حدودی حساب بکنیم مثلا فرض کنید که دو متر مثلا خب اون وقت میتونید بگید که خب تقریبا طول موجم دو متر حالا ممکنه بین همه این قله ها یکسان نباشه ولی یه متوسطی میگیرید یا یه حدسی میزنید و مثلا بهش یه جوابی میدید پس طول موج رو مثلا ممکنه یه جواب مشخص بدید بهش بگید دو متر خب این میشه از آزمایش اول شما حالا شما میاد یه آزمایش دیگه انجام میدید دوباره وای میسید اینجا اول ساب میکنید تا این تنابه دوباره ساکن بشه مثل این بالا و همینطوری که ایستادین میاد این بار به جای اینکه با سرعت ثابت ابتدای تناب رو تکون بدید یه تکون محکم بهش میدین و در حقیقت یه دونه موج کوچولو توش ایجاد میکنین و بعد دیگه دستتون رو ثابت میگیرید پس چی میشه یه موج کوچولو درست میکنید توی تناب و این موج چیکار میکنه شروع میکنه با یه سرعت تقریبا ثابتی توی تناب حرکت کردن شروع میکنه همینطوری میره جلو یعنی یه خوره که زمان بگذره مثلا این موجه میاد اینجا بعد همینطوری میره جلوتر و حرکتش ادامه میده توی تناب خب این آزمایش دوم شما است پس دیگه یه دونه موج بیشتر ایجاد نمی کنید یه تکون اولیه میدین به دستتون و بعد دستتون ثابت نگه میدارید یه موج این تو را می افته و حرکت میکنه حالا این دوست شما دوباره از شما تا توی حالت دوم سوال میپرسه دوباره ازتون میپرسه که خب چه جالب یه دونه موج درست کردی توی تناب مکان موج چی هستش؟ این بار شما میگید که من موجم یه مکان تقریبا مشخصی داره مثلا تو هر لحظه ای از زمان من میتونم قله این موجم رو نگاه کنم و فاصلهش رو با دستم اندازه گیری بکنم مثلا فرض کنید تو این حالت شاید این فاصله پنج متر باشه و اون میشه مکان موجم توی اون لحظه خاص و مکانش هم همینطوری تغییر میکنه از نزدیک دست من شروع میشه و میره جلو پس توی این مثال دوم یا آزمایش دوم مکان موجتون مشخص هستش گرچه با زمان تغییر میکنه ولی یک در هر زمانی یه مقدار مشخصی هستش مثلا اون لحظه ای که دوستتون سوال میپرسه ممکنه مکان موجتون بگید پنج متر هستش از دست من و دوستتون میگه خب چه خوب مکان موجتو فهمیدم حالا برای موج دوم به من بگو طول موج چقدره طول موج چقدر هستش و این یکی سوالو که میپرسه این بار شما یه نگاهی بهش میکنید و میگید احتمالاً منظورت چیه این موجو که من نمیتونم طول موجش رو مشخص بکنم این یه دونه قله بیشتر نداره و یه چیز متناوبی نیست مثل حالت قبلی که من بتونم دقیق براش طول موج تعریف بکنم پس جواب میدید که طول موجم نامشخصه اینجا و نمیتونید جواب بدید به سوال دوم دوستتون خب از این آزمایش ذهنی که من براتون راجبش صحبت کردم شما نتیجه میتونید بگیرید که در حقیقت ما دو جور اینجا موج رو با همدیگه صحبت کردیم که در حقیقت دو جور حالت حدی بودن یه جورایی برای یکیشون مکان کاملا نامشخص بود اما طول موج رو میشد دقیقا تعیین کرد و برای حالت دوم مکان رو میشد دقیق تعیین کرد ولی طول موج کاملا نامشخص بود حالا شما شاید اگر یه خورده خودتون فکر بکنید راجع به این آزمایش ذهنی میتونید به این نتیجه برسید که حالت‌های میانی رو هم میشه در نظر گرفت که مثلا هر کدوم از مکان و طول موج رو تقریبا بشه تعیین کرد اما که با یک دقت محدودی یعنی نمیشه دقیقا مکان رو یه عدد خاص بهش نسبت داد و دقیقا طول موج رو یه عدد خاص اما برای هر کدوم میشه یه حدسی زد که مثلا تقریبا طول موج انقدر تقریبا مکان انقدر اما یک خطایی یا یک عدم قطعیتی توی مقادیری که برای مکان و طول موج شما گزارش میکنی توی اون حالت بینی وجود خواهد داشت و این در حقیقت یک چیزیه که برای ذرات کوانتومی ما هم اتفاق میفته که با یک تابع موج سای توصیف میشن تابع موج سای ایکس تی و اتفاقی که در حقیقت میفته اینه که برای هیچ ذره ای تا به موجی رو نمیتونیم ما پیدا بکنیم که مکان و طول موج اون ذره رو دقیقا بهمون به بده حالا برای اینکه ما زیاد تا حالا راجع به طول موج ذره صحبت نکردیم میتونیم طول موج ذره رو به تکانه ربط بدیم و از طریق رابطه‌ای که بهش رابطه دوبروی میگن رابطه دوبروی به ما میگه که تکانه یک ذره رابطهش با طول موج اون به این صورت هستش که تکانه پی برابر میشود با دو پی ضرب دره اچ بار ثابت پلانک تقسیم بر طول موج زرمون که لاندا هستش حالا رابطه به این رابطه دوبروی و که از کجا میاد بعدها بیشتر صحبت میکنیم اما فعلا اگر این رابطه رو بپذیریم میبینیم که اگر یک عدم قطعیتی یا نامشخص بودنی توی طول موج یک ذره وجود داشته باشه عین این هستش که تکانش یک عدم قطعیتی توش باشه بنابراین اگر ما این مشاهده ای که اینجا در مورد یک تناب کردیم رو تعمیم بدیم به ذرات کوانتومی میبینیم که برای این ذرات هم هرچقدر مکان ذرمون مشخص تر باشه یک ابهامی توی طول موج ذره یا توی تکانه ذره وجود داره و برعکس هرچقدر تکانه ذره مشخص تر باشه یعنی طول موجش مشخص تره یک ابهام یا عدم قطعیتی توی مکان ذره وجود خواهد داشت و هیچ جوری نمیشه یک تاب موج رو برای ذره تعریف کرد که هم مکان و هم تکانه رو دقیقا برای ما مشخص بکنه و این در حقیقت همون گف... به صورت گفتاری چیزی هستش که بهش اصل عدم قطعیت هایزنبرگ گفته میشه و بذارید من اسم هایزنبرگ رو همینجا بنویسم چون این اصل هایزنبرگ در حقیقت همیشه کنارش اسم هایزنبرگ هم میاد و صورت ریاضی این اصل قدم عدم قطیت رو مثلا برای مکان و تکانه میشه به این شکل نوشت معمولا می نویسیم که سیگمای ایکس ضرب در سیگمای پی بزرگتر یا مساوی است هست از اچ بار بر روی دو یا نصف اچ بار که خب حالا بذارید این رو من براتون توضیح بدم منظور چی هستش سیگما X هست انحراف معیار انحراف معیار در مکان ذره که انحراف معیار رو قبلا با هم دیگه تعریف کردیم توی مروری که بر آمار احتمال داشتیم سیگما پی هستش چی هست انحراف معیار در تکانه زرم و در حقیقت چیزی که این رابطه ریاضی داره میگه میگه که چون حاصل ضرب انحراف معیار در مکان و انحراف معیار در تکانه از این ثابت اچبار روی دو بزرگتر هستش ما هرچی انحراف معیار در مکانمون رو کوچیک بکنیم که معنیش چی میشه یعنی اینکه توضیع مکان ذرمون یا این تابع سایمون داره خیلی جمعتر و جمعتر میشه و مکان ذرمون داره دقیقتر تعیین میشه خب اون وقت باید انحراف معیار توی تکانمون زیاد بشه یعنی توزیع تکانه ذرهمون خیلی پخشتر و پخشتر میشه و تکانه ذره رو نمیشه دقیقا تعیین کرد برعکس اگر سیگما پی رو بیایم تر بکنیم یعنی توزیع تکانه زرمون رو خیلی دقیق تر و جمع‌ترش بکنیم جوری که تکانه زرمون دقیقا تعیین بشه اون وقت سیگما ایکس باید بزرگتر بشه یعنی یک عدم قطعیتی توی مکان زرمون هستش و نمیتونیم اون رو دقیقا تعیین بکنیم یک چیزی رو که فقط دقت بکنید بهش این انحراف معیارها تعبیر فیزیکیشون میشه چی معنیش چیه این انحراف معیار مثلا مکان یعنی اینکه که ما اگر یک تعداد زیادی ذره رو بیایم داشته باشیم که همه با یک تابع موج یکسان سای توصیف بشن یا حالتشون یکسان باشه و بعد بیایم مکان تک تک اونها رو اندازه گیری بکنیم این اندازه گیری ها مقادیرش با هم دیگه یکسان نخواهد بود و اگر به چشم یک متغیر تصادفی بهش نگاه بکنیم میشه انحراف معیاری براش تعیین کرد و اون وقت اون انحراف معیار میشه این چیزی که ما سیگما ایکس اسمش رو میزنیم داریم. و این همون اگر یه تعداد زیادی ذره داشته باشیم که همه با یه تابع موج یکسان سای توصیف بشن و بیان تکانه همشون رو اندازه گیری بکنیم و به این مقادیر اندازه گیری شده به چشم نمونه های یک متغیر تصادفی نگاه بکنیم و بیایم انحراف معیارش رو به دست بیاریم میشه اون چیزی که ما بهش سیگمای پی میگیم پس یعنی مجموعه ذراتی که با یک تابع موج سان توصیف میشن اون وقت مکان اونها و تکانه اونها هر کدوم انحراف معیاری خواهد داشت که حاصل ضربش باید حتما بزرگتر از اچ بار دوم باشه و نمیشه هر دوی مکان و انحراف م... مکان و تکانه رو در حقیقت توضیحشون رو ها... کاری کرد که به مقدار دلخواه انحراف معیارش کوچیک بشه خب این هم از بحث در مورد از عدم قطعیت هایزنبرگ که ما خیلی خلاصه مطرحش کردیم اما بعدا بیشتر بهش خواهیم پرداخت توی کلاس درس بعد میبینمتون خداحافظ